نالان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پلیس و حسن منصور اقتصاددان که از برموف با ما هستن. آقای توفیقی، با توجه به حالا فراخوانی که برای اعتراضات در خوزستان داده شده بود برای اعتراض به گرانی، آنچه که مشاهده میشه نگرانی مقامات حکومتی هست از بروز هر گونه اعتراضات در کشور، ریشه این نگرانی ها رو شما در چی میبینید؟ عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم و جناب آقای دکتر منصور. من ریشه این نگرانی ها رو و نارضایتی ها رو در واقع اطلاع حکومت از عمق این نارضایتی ها در اجتماع هستش. اگر یادتون بیاد در بهمن سال گذشته قرارگاه سارالله یک سند محرمانش به بیرون درج کرد که اتفاقا در ایران اینترنشنال هم پوشش داده شد. در اونجا گفته شده بود که جامعه آماده یک انفجار زیر پوستی هستش و در طول یک سال گذشته 300% در واقع نارضایتی ها افزایش پیدا کرده. خب حکومت این رو مرتب داره رصد میکنه و میبینه که این نارضایتی ها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. از یک طرف یک ناامیدی در جامعه مخصوصا در سطح جوانان وجود داره و اگر به عنوان آخرین عامل بخوام اشاره بکنم، بعد از در واقع خیزش های مردمی که در دی 96 و آبان 98 و همینطور قضیه آب در خوزستان و اصفهان در سال گذشته ما شاهدش بودیم، حکومت داره میبینه که اعتراضات عمیق مردمی به سرعت برق و باد میتونه تبدیل به خیزش های مردمی بشه و خب طبیعتاً اونهایی که عاقل هستن میگن که صبر مردم رو آزمایش نکنید و اونهایی هم که مثل قالب و اکثریت حکومت میشه گفت در واقع به نظر میاد که همچنان بیتوجه هستن به این نارضایتی های عمیق. آقای منصور، دولت ابراهیم رئیسی ادعای جراحی اقتصادی رو داشت برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور، اما الان خیلی از رسانه‌ها معتقدن که در واقع سلاخی اقتصادی اتفاق افتاده. چطور میبینید این ارزیابی رو؟ عرض درود خدمت شما شنوندگان و جناب دکتر توفیقی گرامی. از کنم ببینید سرکار خانم، مسئله اقتصاد مثل ظروف مرتبطه، یعنی شما وقتی سطح زندگی، سطح معیشت یک کشور رو در سطح پایین نگه دارید و در همسایه های اون سطح معیشت بالاتر باشه، این طبیعیست که تمامی عوامل تولید میل به انتقال میکنن به صورت قانونی یا به صورت قاچاق. مثلا خروج پزشکان از کشور، خروج استادان دانشگاه از کشور، خروج پرستاران از کشور، این نشان دهنده خروج نیروی انسانی است. به همین ترتیب مواد انرژیزا نظیر بنزین میتونه قاچاق بشه، همینطور میتواند مواد دارویی قاچاق بشود و همینطور آرد قاچاق بشود و اینها رو نمیشود بهانه ای کرد برای یک کار بسیار بسیار نادرست، یعنی اینکه سطح معیشت مردم با ریال تضمین می شود در حالی که زندگی و هزینه های آنچنانی با دلار قیمت بازار. در نتیجه تکلیف این نظام روشن نیست که واقعا قدرت خرید تومان چقدره و چرا این هر روز کمتر میشه. یعنی از زمان حضور آقای این دولت جدید آقای رئیسی نیست ریال ضعیفتر شده. نتیجه این است که این رو با این اقدامات یاران پردازی ارز کنم کوپون بازی نمیشود کنترل کرد، به خاطر اینکه هر یارانه‌ای بخوان بپردازن فرداش قدرت خریدش از دست میره و تبدیل میشود به چیز غیر مؤثر. آقای توفیقی، حکومت مدعی این بود که سفره و سفره مردم و معیشت رو گره نخواهد زد به تحریم ها. این گره نزدن این دو موضوع به هم دیگه در واقع چه تأثیری بر معیشت مردم داشته؟ ببینید، این فقط ادعای حکومت هستش که میگه ما این دوتا رو به هم گره نمیزنیم. واقعیت نشون داده که در حال حاضر تحریم ها خزانه جمهوری اسلامی رو برای حمایت از تروریسم بین المللی و گسترش انقلاب و اون در واقع ناآرامی هایی که جمهوری اسلامی در منطقه به صورت فعال به دنبالش هستش کاهش پیدا کرده. خب اینها تجربه چند سال گذشته نشون داده جمهوری اسلامی برای اون در واقع تأمین اون در واقع شعارهای گسترش انقلاب و ارضای اون پیشوا سالاری آقای خامنه‌ای و همینطور بحث هایی که
در رابطه با مسائل ایدئولوژیک هستش، اولین جایی که به اون دست رازی میکنه سفره مردمه. به همین دلیل هم هستش که ما در طول سالیان گذشته، مخصوصا در دو دهه گذشته، به طور مرتب سفره مردم رو مسئولین جمهوری اسلامی کوچکتر و کوچکتر کردند. و اگر تا دیروز در واقع فقط مثلا گوشت و مواد مغذی و مواد معدنی و ویتامین‌های مورد نیاز بود که از سفره مردم و سبد هزینه‌های اونها حذف می‌شد، امروز با این در واقع کارهایی که در جریان هستش و علی‌رغم قول‌هایی که آقای رئیسی داد در رابطه با بحث این که گرانی نخواهد بود و هیچ اتفاقی در زمینه اقتصاد به ضرر مردم نخواهد افتاد، برای تأمین اون خاصه بخشی ها، برای تأمین اون بودجه هایی که لازم دارن برای کارهای در واقع ایدئولوژیکشون، اینها دارن روز به روز باز هم سفره مردم رو کوچکتر و کوچکتر میکنن و الان دیگه نوبت رسیده به نان و ماکارونی و مواردی که دیگه حداقل ضرورت های مورد نیاز برای زنده ماندن هستش، که متاسفانه باید گفت که این تأثیر بسیار منفی و روی بخش بزرگی از جامعه ایران خواهد گذاشت که بیش از 60% اونها زیر خط فقر هستن. در مورد درآمدهای نفتی هم آقای منصور دولت ادعا میکنه که این درآمدها افزایش پیدا کرده، در واقع نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه تونسته تمام این فروش حاصل از نفت رو دریافت هم بکنه. پس چرا وضعیت معیشتی در کشور به این صورته؟ ولی این نکته صحیح سرکار خانم، با سهلگیری عمدی چشم‌پوشی آقای بایدن از اجرای تحریم‌های نفتی، ایران مجاز شده است، چین هم مجاز شده است که صادراتش افزایش بده و قطعا وصولی‌هاش به تناسبی بالاتر رفته. رقم رسمی این است که وصولی دولت از ارز امسال نسبت به سال پیش، یعنی 1400 به سال 99، 90% افزایش پیدا کرده. این رقم بسیار بزرگی است. با این ترتیب سطح زندگی مردم بیشتر در منگن است، مردم بیشتر در فشارند. در نتیجه پاسخ این مجهول رو باید پیدا کرد، چگونه می شود که درآمدهای ارزی کشور بالا می رود ولی معیشت مردم بیشتر زیر منگنه می ره. مسئله اساسی ببینید در چند نکته دیگر است، اینا همه در واقع فروع قضیه هستند. مسئله اصلی این است که یک نظام بانکی تاراجگر در این کشور وجود داره که از طریق ترازنامه های مسموم نظام پولی رو به صورت پفک در میاره. بانک مرکزی به جای کنترل اینها اون ترازنامه های مسموم رو قبول میکنه، در ازای اون پول پایه صادر میکنه. در نتیجه قدرت ریال هر روز کاهش پیدا میکنه و در نتیجه مردم با ریال ضعیف شونده زندگی میکنن و قیمت دلار هر روز بالاتر میره. آقای توفیقی، فرصت زیادی نداریم، اما این سوال بپرسم با توجه به فایل صوتی مهدی طائب و اشارش به سیسمونی گیت، با توجه به اینکه حکومت یک انتخابات رو فدای این کرد که یک حکومت یک دست در واقع ایجاد بشه، اما در عمل میبینیم این اتفاق نیفتاده و اختلافهای زیربنای زیادی وجود داره، چطور میبینید این مسئله رو؟ البته من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی فقط یک انتخابات رو قربانی کرده. جمهوری اسلامی کل ایران رو از همون روز اول داره فدای اون ایده و خیال باطلی میکنه که فکر میکنه میتونه یک حکومت یک دست ایجاد بکنه. یک زمانی آقای بهشتی میگفت ما شیفتگان خدمتی، نه تشنگان قدرت، و در همون زمان خودش و دوستانش مثل آقای رفسنجانی و خامنه‌ای در حزب جمهوری داشتن دیگراندیشان رو قلقم میکردند. از این روند همینطور ادامه پیدا کرد و با اخراج آخرین گروه در درون حکومت، اصلاح طلبان، این آقایون فکر میکردند که امکان یک دست کردن حکومت وجود داره. اما این واقعا این اختلافاتی که الان بروز کرده و دوباره دارن تقسیم بر دو میشن نشون میده که این یک خیال باطله، به خاطر اینکه این آقایون هدفشون مسابقه برای خدمت به مردم نیست. هدف اونها رقابت های سیاسی برای حذف همدیگه در راه دستاندازی به اون منابع قدرت و ثروت و بهره‌مندی از رفاه و فسادی هستش که متاسفانه با این یک دستی و با این استبداد و فقدان دموکراسی مردم ایران رو فدای این در واقع نوع حکومتداری کردن. سپاسگزارم از توضیحات هر دو میهمان برنامه، آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس و حسن منصور اقتصاددان از برن.